خیلی هم عالی شده دیگه. من نمیفهمم کجای این ناراحتی داره. آره خب اونش که درسته. وای پس کجاش درست نیست پلین جون ها؟ ببین کاراتو درست کردی، از شر تمیز کردن سرویس بهداشتی هم خلاص شدی، تولگو هم که برگشت. خب دیگه چی میخوای؟ راست میگه. وای میگم شما چقدر به چشمم آشنایید. شما همونید نه؟ نه جونم من آدم مشهوری نیستم، لابد با یکی دیگه. خب معلومه که نیستی، یه آدم معمولی هستی، ولی باز شناختمت. تو همونی هستی که تولگای مشهور سر سفره عقد ترکت کرد. وای خانم محترم بیشتر از این منو سایه نکنین، مردم دیگه هم اینجان. وای من میمیرم براش. تو زندگی واقعی هم اینقدر خوشتیپه یا تو تلویزیون اینقدر روتوشش میکنن؟ من خودم به دستای خودم روتوشش کردم، گونه هاشو با پف زیر چشاش اینا رو. شما هر چیزی که تو تلویزیون میبینید و باور نکنید. خب من خیلی موفقم، خودتون میبینید که من چقدر موفق. یه چیزی اگه شوهرم هم بیارم اونم اونجوری روتوشش میکنی؟ اجازه بدین اول مداومتون رو تموم کنم. بفهم بلش کن دیگه، تو برو تو رو خدا ببینین چجوری آبرومو بردن. نه بابا این خبرنگارا همه چیه گندش میکنن. بابا تولگا اون همه التماس کرد، گریه زاری کرد، یه خبر در موردش ننوشتن، پسره به غلط کردن افتاده بود. بعدش هم آدم ها فکر میکنن پلین چیزی شده. تو هم علنیش کن، بگو دیگه عزیزم، قبل از اینکه ببخشیش همچین قشنگ گوششو بپیچون. البته به نظر من دخترم، من توی کتاب میخوندم که در واقع چیزی به اسم بخشیدن وجود نداره. وانمود میکنی پذیرفتی. آها به نظر من تو اصلا قصد نداری تولگا رو ببخشی، البته اینطوری برداشت کردم. بعدش هم اگه نمیخوای ببخشیش نبخشش. خب تو به اون کتابا و نسخه احتیاجی نداری، ببین قلبت چی میگه، به حرف اون گوش کن. فقط همین. مگه میشه اون آدمو نبخشید؟ عشقم ببین ول کن، اصلا میره نصیب عشقای دیگه میشه. نه شادم نمیخواد سینان ببخشدش، چون که در اون صورت دلیلی برای دیدنش نمیمونه. آخه بمیرم برات پلین جون، سیماهی نسبت به سینان حس داره والا. وای راست میگه پلین. با شک جون من چی میگم تو چی میفهمی؟ عزیزم همینجوریش هم موضوع زندگیم گارش میشه، تو دیگه نمکشو بیشتر نکن. انگار به خاطر حرف من همچین شد. کاش که همیشه همه چی همینطوری میشد که من میگفتم، ولی متاسفانه نمیشه. ببین معذرت هم خواسته، به نظر من از دستش نده تولگا رو، همیشه خوشبخت بشه. دخترو میدونین یه جوری هم انگار یه زندگی جدید رو شروع کردم، بهتر از این به بعد خوشحال باشم دیگه. نه موافقم. آره همین درسته. خب چرا گردگیری هنوز تموم نشده؟ ای تو مثل این که چشات ایراد پیدا کردن، یه اینک بگیر ببین همه جا رو نگاه. خوبه دیگه، مثل آینه شدی. خب بگو ببینم چی بگم. معلومه دیگه همچین رفتی تو فکر، معلومه یه چیزی رو مخته. بگو ببینم اینا رو از کجا در میاری؟ قضیه پلینه مگه نه؟ پلین چی شده؟ خب دختره رو فرستادی رفت، الانم ناراحتی مگه نه؟ چیه مگه دروغ میگم؟ دروغه. بلند شاید متوجه نباشی ولی روزای سختی رو گذروندیم، هنوز خستگی و ناراحتی این روزا از تنم بیرون نرفته. غیر از اینم چیزی نیست، خیالت راحت. نه کاملا متوجهم که روزای سختی رو گذروندی. حالا که تولگا برگشته تو چیز شدی. خب آره حق داری. آره بلند دیگه به پلین احتیاج نداشتیم، منم فرستادمش بره. نمیدونم چرا درکش برات اینقدر سخته ولی تموم شد. یعنی تو انتقام شیرین تو گرفتی، دلت هم الان خنک شده. پلینم اگه رفته دیگه رفته دیگه، خب اینطوری هست دیگه. آره پلین کدوم پلین رفیق؟ جون مادرت این قضیه رو تمومش کن پلین. والا دوست ندارم شادیاتونو به هم بزنم ولی اسم من جیداست. چیزه معذرت میخوام جیدا، افتاده رو زبونم. نه بابا مهم نیست، راحت باش، از اون گذشته عادت کردن تو ذات آدمه، به نبودشم عادت میکنی. حتما
نازلی چرا دم در وایسادی بیه تو؟ باشه اومدم. میدونی میخوام چی کار کنم؟ از اون گلدونه که روی دیوار نصب میکنن و از اونا بخرم و اینجا رو کاملا گل کاری کنم، خیلی خوب میشه. ولی میدونی قبلش باید این تابلو رو برداریم و بذاریمش این طرف. آره یه جورای مزاحمه، منه جاش اصلا خوب نیست. اینو برمیداریم میذاریم اون طرف و اینجا رو کامل گل کاری میکنیم. چی بیشتر به سفید میاد؟ یه چیز طبیعی تر، متمایل به طبیعت. آه مثل سبز، یعنی سبز باشه. حتی میتونیم چیز کنیم، میتونیم از بالا به پایین رنگای گرم و دلپذیر به گلامون اضافه کنیم. وای خدای من خیلی خوشگل میشه، رنگ و رنگ میشه، آدمو وقتی میان اینجا دلشون باز میشه. بعدش چیز میکنیم، یه جور آبی متمایل به سبز هست، حتی آبی آسمونی. آره همونی که من خیلی دوستش دارم، اکثرا از اون میپوشم. ها یادت میاد چی بود خدا اسمش چی بود؟ فیروزه‌ایش کنیم. به نظر من که محشر میشه، خیلی خوشگل میشه. ماهی بتام بخریم. ای چیز کنیم، ای ولی اونا رو باید چیز کرد. میدونی اونا رو نباید توی آکواریوم با هم دیگه گذاشت، که با هم دیگه باشن دعواشون میشه. واسه همین باید چیز کنیم، دو تا آکواریوم جوتو بخریم. یادت نره اینا رو یه جا بنویس، من فراموشی دارم. بعدش چیز میکنیم، یه میز میذاریم اونجا، آکواریوم رو میذاریم روش، بعدش نور پردازشون میکنیم. وای خدا خیلی بامزه میشه. یه دونه هم گربه میخریم، نه اسمشو میذاریم سمون. وای خدای من خیلی بامزه میشه، فکر خیلی خوبی. آره تو حالت خوبه نازلی؟ خوبم پلین خانوم، فقط وقتی شما از این چیزای زنده خواستین. آخه شما چندان از این چیزای رنگارنگ خوشتون نمیومد. الان یه قهوه ترک خیلی میچسبه، مگه نه؟ همین الان براتون درست میکنم. من یه دستور عالی برای درست کردن قهوه ترک یاد گرفتم، امروز من درست میکنم. پلی خانم خودم درست میکردم. تو شیرینیشو دوست داشتی دیگه؟ آره آره همش دعوا میکردی. نه جون، واسه چی دعوت کنم؟ فقط عصبانی میشدم چون شکر خیلی مضره، واسه همین. ولی اشکالی نداری، یواش یواش ترک میکنم. نوشه جونید. سهیل خانم نگران نشین، ولی پلین خانم خیلی عجیب غریب رفتار میکنه. کم مونده واسه راحتی من زیر پام فرش قرمز بندازه. نسبت به من بیش از حد خوب رفتار میکنه. نکنه میخواد منو اخراج کنه؟ خیلی میترسم. نازلی جونی که ترس نداره، دختر من با همه مهربونی. با کسی که پیشش کارم میکنه مهربونه. از اون گذشته تربیت و ادبش رو از من یاد گرفته. الانم چون مشکلات زندگیش حل شده، کیفش کوک شده عزیزم. گفته بودیم وقتی برگشت خبرتون کنم. خب دیگه نمیدونه من به شما زنگ زدم، بهتر قطع کنم. آفرین تولگا والا. ای بابا دخترم، شوهر خدا بیامرزم بعضی وقتا منو به اسم اسبی که رو شرط بندی میکرد صدا میکرد. اگه من به اینجور چیزا گیر میدادم، اوه. اگه چیز دیگه به هم میگفت من چیزی نمیگفتم، اما پشده به من میگه پلین. میفهمی چی میگه؟ ای بابا دخترم، این پلینی که میگه نظافت چی بود دیگه؟ زبونش عادت کرده. تو چیزایی که از دهنش در میاد و میشنوی، من از یه ابرو بالا انداختن پسرم میفهمم چی از ذهنش میگذره. منظورتون چیه؟ پسر من یه جور دیگه نگات میکنه، یه جوری که انگار داره آنالیزت میکنه، یه جوری که انگار میگه این دختر میتونه خانم خونه من باشه. نه جونم، چون شما من رو دوست داری برداشت میکنی. من وقتی اون کوچولو بود زبون واسه حرف زدن نداشت، میفهمیدم گشنشه. مگه میشه نفهمم پسرم چه فکری میکنه؟ بله. از اون گذشته اون دختر پلینو فرستاده پی کارش دیگه، چی میخوای؟ به هر حال پلین از اون رستوران لعنتی خلاص شد و برگشت سر کارش. اینا همش به لطف تو بوده تولگا. آفرین به تو و آفرین به من. در واقع آفرین به شما سهیل خانم. ولی کارمون هنوز تموم نشده، حالا رسیدیم به قسمت دوم. بیا بگیر اینا رو ببینم. این چیه سهیل خانم؟ همینه که میبینی تولگا. جالبه. باشه الان چیکار باید الان بکنیم؟ تو باید دونه بدونه چیزایی که پلین ازشون متنفره رو بنویسی اونجا، بعدش هم همشون رو حفظ میکنی. خب بعدش؟ بعدش همونطور که کاری کردیم تو رو دوست داشته باشه، الانم کاری میکنیم که ازت متنفر شه. به این زودی؟ باید دست بجنبونیم.
نباید بذاریم رضا بفهمه اون اصلا از این شاخه به اون شاخه پریدن رو دوست نداره. باشه باشه، به نظر منم تا عمو رضا بویی نبرده باید این قضیه رو فیصل. حالا خوب گوشاتو باز کن ببین چی میگم. نمیخوام ناامیدتون کنم، ولی اگه با تمام کارهایی که تا الان کردم پلین هنوزم از من متنفر نشده، باور کنید کارمون یکم سخته. تو فقط حواست به من باشه تولگا. باشه، پلین دوست داره خودش همه چی رو برنامه‌ریزی کنه. اینو به خاطر اینکه دخترمه نمیگم، ولی دیوونه وار اهل کنترل کردنه. امر و نهی رو دوست نداره، پیاده روی رو دوست نداره، از رستورانای بی در و پیکرم خوشش نمیاد. بعدش تو به عنوان نتیجه اونجا اینو بنویس: در مقابل مردایی که قدرت کنترلشون رو ندارن پا به فرار میذاره، این براش به منزله از دست دادن اقتدار و شکسته. نوشتی؟ واقعا برات متاسفم. اینقدر دخترتو میشناسی؟ دختر من بیشتر از کسایی که پشت سرش حرف میزنن برش میاد. تو مگه جلسه نبودی رضا؟ جلسه بخوره تو سر تو و رضا. زود بگو اینجا داری چه غلطی میکنی. هوای عزیزم، هیچ وقت نتونستم خوشحالت کنم. به خاطر من حتی یه روز با آرامشم نداشتی. حالا دیگه بی تو تنها. خدا لعنتم کنه. حالا که تو پیشم نیستی چند روز بیشتر طول نمیکشه یه بلای سرم میاد. گرچه هر موقع از خدا خواستم لعنتم کنه، خدا رو شکر در جا نازل کرده. تو میدونی عشق چیه؟ اگه میدونستم اینجا چی کار میکردم؟ کسایی که میدونن میان اینجا. کسی که عاشق نشده نمیفهمه عشق چیه. اگه اینطوره من نمیخوامش. حتی اگه عشق باشم نمیخوامش. پس منتظر چی هستی؟ پاشو برو. تو آدم کیف و حال هستی، به درد این کار نمیخوری. خودم هم میدونم من اهل کیف و حالم، ولی اونم نشد. من یه چیزیم هست میدونم. پس یه لقمه بکن. از این بی سر و پا هر چیزی انتظار میره، ولی تو دیگه چرا سهیل خانم؟ تو دیگه چرا؟ من نمیفهمم تو مادر این دختری یا دشمن خونیش؟ این گوسفندم با خودت همسو کردی. این گوسفندم با خودت همسو کردی. عمو رضا من شعور دارم. هم گوسفند میگین هم بی سر و پا، دستتون درد نکنه. خب دارم اسمتو میگم پسرم. آخه تو از کجا وارد زندگی مون شدی؟ رضا جون، من خواستم پلین با خواست خودشو با دل خنک از تولگا جدا بشه. خودت که بهتر میدونی چطور به هم ریخته بود. من هر کاری کردم به خاطر صلاح دخترم کردم رضا. بابا بشه پشت سر دختر نقشه بکش، اسمش بذار خوبی. بشه میریم بابا، واسه من نقش بازی نکن. الان میرم همه چیزو برای پلین تعریف میکنم که اینجا چه اتفاقی افتاده. عمو رضا لطفاً این کارو نکنین، به خاطر خوبی هممون لطفاً. خیلی خوب، بودو بودو برو تعریف کن براش. یالا. ولی وقتی دخترت آواره یه رستورانه این ور اونور شد پشیمون نشی آقا رضا. رضا جونم، اگه راه دیگه ای به ذهنت میرسه خب بگو، منم همون کارو انجام بدم عزیزم. اگرم نه که با من همراه شو. تا وقتی هم که چیزی به ذهنت نرسیده. راستی به همه یه فیلمسازای این کاره تبلیغاتمون رو فرستادم. سه تاشون سری جواب مثبت دادن، مثل اینکه قراره به زودی یه برنامه جلسه چیزی داشته باشن. اگه بتونیم ردیفش کنیم همه چی تموم میشه، عالی میشه اینجوری. این که خیلی خوبه. دقیقاً. بعدش هم این که البته فکر نکنی میخوام تو کارت دخالت کنم، ولی اگه یکی از این فیلمسازا اومد، نه اینکه دسرای تو خیلی مورد پسنده، میگم اگه تو منو یه چیزی به اسم دسر مخصوص سراشپز بذاریم خیلی خوب میشه. ها نظرت چیه؟ راستش چند وقت خودم هم بهش فکر. جدی میگی؟ خب چی تو فکرته؟ قلب طلایی، دسر بابای خدا بیامرزم. ولی خب چی؟ خب درستش کن دیگه. درست کردم داداش، ولی مزه اونو نمیده، یه چیزی کم داره. داداش تو پیداش میکنی چی کم داره؟ خب از مامانت بپرس، مامانت دستورشو بلد نیست؟ آره فکر خوبیه. آره بهتر عجله کنیم داداش، سرویس ظهر الان است که شروع بشه. راستی نزدیک رستوران که رسیدیم این پلاستیکا رو میدم دست تو، من 5 دقیقه کار دارم. نه بابا چی کار داری اون وقت؟ خب باید به یه نفر زنگ بزنم. مگه تو رستوران آنتن نمیده بلند؟ ای شیطون، خدا میدونه باز دنبال چی هستی. بی خود گندش نکن داداش، کارمنده زیر دست پام دارن راه میرن، نمیتونم راحت صحبت کنم، نمیتونم خودم باشم، خب چی کار کنم؟ خیلی خوب آقای نور خانم، بذارین اینطوری بگم. نتایج نشون میده که وزنتون مطلوبه و هیچ مشکلی هم ندارین. به همین دلیل من به جای برنامه رژیمی
یه برنامه یه غذای سالم بهتون میدم. پلین خانم، من باید حداقل 7 کیلو در عرض یک ماه کم کنم. آخه عروسیمه. من توصیه نمی کنم آقای نور خانم، 7 کیلو خیلی زیاده، ولی بازم اگه اصرار دارین اون وقت باید برین پیش یه متخصص تغذیه. ولی از شما یه جور دیگه تعریف کرده بودن، گفتن چند نفر رو مثل باربی کردین. خب لابد ناحقی کردن. باشه، خدافظ. خدا نگهدار. میدونستم بیشتر از این تو اون رستوران نمیمونی. درسته. خب پس بودو بریم نهار بخوریم، یه جای خوب معرفی کردن، میخوام امتحانش کنیم. باشه. میگم حالا برنامه هاتو که به هم نزدم. نه برنامه خاصی نداشتم، اتفاقا منم میخواستم برم نهار، حالا با هم میریم. باشه خوبه. الو باشاک، مزاحم که نشدم؟ نه نه نه، چیز مهمی نیست. از اون گذشته من مگه نمیتونم همینجوری بهت؟ خب معلومه که میتونی، همینجوری یه چیزی از دهنم پرید. میدونی تا صداتو نشنوم انگار روزم شروع نشده. رسما رفتم تو بحر طبیعت، دریا پیش روی من است. کشتی ها رد میشوند، پرندگان آواز سر دادند و من صدای تو رو میشنوم. دیگه از خدا چی میخوام ها؟ البته یه چیز دیگه هم میخوام. امشب برنامه چیه؟ امشب برنامه ای ندارم. میخواستم بگم امشب هم دیگه رو ببینیم. امشب؟ آره چرا که نه. خب پس حدود ساعت 8:30 آدرس رو برات میفرستم. باشه؟ دلم برات تنگ. معمولا همه دل تنگم میشه. نفهمیدم. الو؟ باشه باشه، شوخی کردم. باشه شب میبینمت. بای بای. میبینمت. یس. منم قبل از اومدن ماشینمو دادم تعمیرگاه، راستش نخواستم دیگه سوار تاکسی شم. خوب شد اتفاقا پاهام گرفته بود، یه هوایی هم خوردم. آه راستی، ازت نپرسیدم سوار تاکسی بشیم یا نه، عصبانی که نشدی؟ نه بابا، چه پیاده بریم یا چه سوار تاکسی بشیم فرقی نداره، دو کوچه اون ورتره دیگه. کاش که با ماشین من میرفتیم. سوپرمارکت دو تا کوچه اون ورتره؟ جدا؟ من حس کردم دورتره. به خاطر کفشات اینطوری حس کردی؟ اگه میخوای پیش من کار کنی اول باید یه فکری به حال این کفشا بکنی. نه بذار کفشام باشن، من یه راه حل دیگه بهت پیشنهاد میدم. بذار من رانندت باشم، میارم و میبرم. ایتاسا خجالت نکش، من ناراحت نمیشم. تو رو خدا پیاده نریم. اون وقت چطوری میخوای این همه زیبایی رو ببینی؟ زندگی تو کوچه خیابون جریان داره. از اون گذشته یه چند نفر آدم دیدیم، مگه بده؟ به نظرم وقتی پیش منی اول ذهنتو بعدش این کفشاتو عوض کن. شانس آوردیم کفشام امروز واسه پیاده روی مناسبن. خیلی خوش شانسیم. آره خسته نباشی اوسا. من سیب زمینی سرخ کرده، سالاد آمریکایی، خیار شور و اگه بشه یه کمی هم سوسیس میخوام. مایونز کچاپ یادت نره، زیاد بذار. شما چی خانم محترم؟ عین همینو، عاشقش بشم. آه واسه این که عاشقش بشم یه سری شرط و شروط هست. استاد جونم تو ول کن اینا رو. میدونی چی کار کن؟ از اون سوسیسای تازه بیار، برشون دارو روشون سه تا خط مورب بکش، قشنگم سرخشون کن. اول سوسیسامونو میبریم به این شکل، بعد سوسیسا رو نهایتاً 2 دقیقه رو منقل میچرخونیم. این وقت شب میخواییم سوسیس بخوریم؟ شش. چیه؟ سوسیسه دیگه. شوخی نیست، داره مخصوصش رو برامون درست میکنه. همیشه از این کارا نمیکنه، اگر اینکه کیفش کوک باشه. حالا ببین انگشتت هم میخوری. میدونی وقتی بقیه بفهمن چقدر پشیمون میشن که چرا امشب زود رفتن؟ وقتی سوسیسامون دارن رو منقل میپزن، روشون ادویه میپاشیم.
اولین باره به سوسیزمون ادویه میزنم. خیلی خوب میشه. خب حالا باید چی کار کنم آبجی؟ میدونی حالا باید چی کار کنیم؟ اون سوسیس ها رو بردار و بذاریشون لایه نونا. نه نه نه، از اون کچاب آماده نزن، از سس خود سوسیس ها قشنگ بردار و بریز روشون، زیاد بریز، خیلی خوشمزه میشه. استاد جون، تو وقتی از اون سس درست میکنی یه سر شکر و فلفل سیاه میریزی توش؟ نه. واه، دفعه بعدی اونجوری درستش کن، خیلی خوب میشه. ممنونم. تو چقدر خوب شدی. یه چی گفتی؟ سوسیسو میگم عشقم، سوسیسو میگم، عالی شده، محشر به نظر میاد. باشه پس بیاین مال تو. دوتاشو مثل همه. خیلی خوب شده. راستی یه چیزی بگم، من تو عمرم همچین ساندویچی نخورده بودم. خوشمزه بود، بدک نبود، ره خوب بود. ولی اگه با سوسی که من میگم امتحان کنی، اون وقت میبینی که چقدر خوشمزه تر میشه. پیش پلین، یادت نره چی بهت گفتم؟ چیزه پلین، ببین چی میگم. من باید زود برم. ها، تا یادم نرفته واسه امشب برنامه ای نچه. مراسم افتتاحیه فیلمه، دعوتنامه فرستادن برام، یه برنامه فوق‌العاده دارن. باشه، پس چیز کن، یکی دو ساعت قبل اومدن به هم خبر بده، منم آماده بشم. باشه، ولی تو که برنامه ای چیزی نداشتی ها؟ ناراحت شدی؟ نه، من برنامه ای ندارم، اونم وقتی که اونقدر برات مهمه. خیلی خب، پس بوس بوس، میبینم. الو جونم، چطوری؟ خوبم پلین جون. عزیزم، با رستورانی که مهمونی سالانه ی انجمن اونجا برگزار میشد مشکل پیدا کردیم. من به چند تای دیگه از دوستام خبر دادم، ولی فوراً باید یه جای دیگه پیدا کنی. تو جایی سراغ داری؟ رستوران فیلیا هست. من نمیشناسم، ولی اگه تو تایید میکنی. اصلا نگران نباش، جای فوق‌العاده‌ایه. تازه سرآشپزش از دوستای صمیمی منه. من خودم چیز میکنم، باهاش حرف میزنم. آره، اصلا نمیخواد خودتو به زحمت بندازی. سلام. دوباره سلام. لااقل میذاشتی 24 ساعت. 24 ساعت خیلی دیره، همین الان باید حرف بزنیم. اون چیزی که بعد میگفتم و گفتم، ولی اگه خیلی دوست داری میتونم تکرارش کنم. بدون من چی به سرت اومده سینا؟ هنوز 3 ساعتم نگذشته اینجور بدخلق و بد اخلاق شدی یا؟ به حریم شخصیم دخالت میکنی، اینم باعث میشه من بدخلقی کنم. سرآشپز این دفعه بد حرف زد. ولی حرف درستی زد. خب چیه؟ من که نمیگم پلینو بیرون کنه، ولی پلینم از روز اول نباید بیاد جلو چشش. حریم شخصی که میگی یه رستوران عمومیه. اگه گشنته به بچه‌ها بگم سفارشتو بگیرن. ای بابا، میخوام یه چیز مهم بهت بگم، یه لحظه گوش کن تا بفهم. هر چی میخوای بگی بگو، من از این به بعد بدون مدرک باور نمیکنم. فقط یه چیزو ناقص دروغ گفتی. یه بار بخشیدمت، اگه باعث بشه بری دروغت هم میبخشم. شد؟ باشه شد. حالا که منو بخشیدی میشه یه صحبت کاری داشته باشیم؟ یه صحبت کاری؟ بازم همون موضوع؟ نه سرآشپز، این بار فرق میکنه. اگه واسهتون موردی نداره، انجمن ما قصد داره امسال مهمونیشو تو رستوران شما برگزار کنه. آی خوبی آبجی ملیه؟ وای کشکیری، نمی افتادم. خوبم دخترم. مارال تو چطوری؟ خوبم آبجی. ملیه هست؟ آره خودشه، آبجی ملیه هست. پرسیدی راست راستکی نجیب و کتک زده؟ با دهنش نه، ولی با چشماش میپرسه. با فکر اینکه چطوری حرفو به اونجا بکشونم، چشاش هیری میری میره. نه والا آبجی، داری بی‌انصافی میکنی، تو که مامانمو میشناسی. زدمش. آره دخترم، زدمش. وسط کوچه یه چک زدم تو گوشش. آه، پس راست داره. آبجی، گویا از خونم پرتش کردی بیرون. آره دخترم، هر چی که شنیدین راسته عزیزم، یعنی هر چیزی که در مورد نجیب بگین درسته. حالا راحت شدی دخترم؟ خیالت راحت شد عزیز دلم؟
خب چطور شد آبجی ملیه ها؟ با نجیب چی کار کردی؟ مارال میگم بهتره بیشتر از این خودتو به زحمت نندازی. ذاتاً این اواخر اعصابم خیلی خط خطیه، نذار عصبانیتم رو تو خالی کنم. چی میگه؟ چرا نجیب و کتک زده؟ اونشو به هم نگفت. حرفایی که راجع به نجیب شنیدیم درست بوده. بی شخصیت، حالا رفته پی رفیق بازی. با تلفنم میتونستی خبر بدی؟ چیو؟ غذایی که سفارش گرفتی. خب نتونستم دوری تو تحمل کنم، خواستم بیام اینجا. میخواستی اینو بشنوی؟ آره؟ نه واسه این نگفتم، یعنی با اون همه دغدغه کاری که داری. حقیقت داره. باورش سخته چون اینجا خاطرات چندان خوبی نداری، ولی اولینامو دارم. مثلا برای اولین بار گردگیری کردم، برای اولین بار دستشوی تمیز کردم، حتی برای اولین بار کاهو شستم. میدونستی؟ من نمیدونستم کاهو دونه به دونه برگاش جدا میشن و شسته میشن. فکر میکردم کاهو رو همینجوری میگیرن زیر آب و میشورنش. پس بگو با یه مبتدی سر و کار داشتم. همینطور بود، ولی چه میدونم، خب عادت کرده بودم. اینجا خیلی خوشحال بودم. منم از این خوشحال بودم که چقدر اذیتت میکردم و چقدر ناراحتت میکردم. وای آقای انتقام، نگاش کن تو رو خدا، خجالتم نمیکشه. میگه من دروغ نمیگم. من میگم ببین، خب اول من شروع به اعتراف کردم. به این میگن اعتراف؟ کاهو شستن، گردگیری کردن؟ بابا چون دارم میگم طاقت نیاوردم و اومدم. اعتراف بزرگتر از اینم داریم؟ اون آره، خب اونم اعتراف محسوب میشه در واقع. یعنی حالا هوای اینجا خیلی خوبه، مفرحه. میدونی؟ میدونی اینجا من واقعا چیو فهمیدم؟ چیو؟ تو منو خیلی دوست داشتی، منم تو رو خیلی عمیق ناراحت کردم و فهمیدم که این چیزی نیست که بشه به این راحتی یا بخشیدش. قبلنم گفتم، مثل این که نشنیدی، گفتم که بخشیدمت. آخه چطوری باور کنم؟ ببین حتی وقتی داری میگی تو چشام نگاه هم نمی کنی. پلین ببین من... باشه باشه بهسریم، هیچی نگو. باشه چه کار کنم دیگه، همینه. نمیتونم ازت چیزی که دلت نمیخواد و بخوام. من به تقدیرم راضیم، حتی اگه تا آخر عمرم هم ناراحت باشم بازم راضیم. باور کنید سهیل خانم گفتهاتون رو مو به مو انجام دادم، حتی از خودم هم یه چیزایی بهش اضافه کردم، ولی نشد. عصبانیتش رو نخواستیم، حالا کم مونده بود به خاطر یه سوسیس ازم تشکرم بکنه. ای بابا، حالا امشب ببینش به این زودی هم ناامید نشو دیگه تولگا. یالا ها چی شد؟ نقشتون عملی نشد نه؟ رضا زبون باز کردی، نکنه فکری به ذهنت رسیده. پس تا وقتی که فکری به ذهنت نرسیده لطفاً بشین و تماشا کن. باشه؟ ما چطور میتونیم از این دختر تشکر کنیم؟ والا خوبی پشت خوبی، باباشا کاشنام کرد، واسه رستوران سفارش گرفت، دیگه چی بگم؟ واقعاً ازت ممنونی. با کمال میل، به هر حال باید به هم دیگه کمک کنی. اگه از دست من کاری برمیاد که بکنم. دیگه میخواستی چی کار کنی؟ به لطف تالی نحسم عوض شد. گرچه اگه به این زودیا بیرونم نمیکردی کارمو محکمتر میکردم و خیلی بهتر میشد، ولی سینان میگم واسه مهمونامون چیزای خاصی آماده کنیم. سب کن ببینم اگه بتونم دستور از مامانم بگیرم. خوب. افتخار چشیدن دسر مخصوص بابام برای اولین بار نصیب شما میشه. والا ما آدمای مشکل پسندی هستیم، به این راحتی ها غذا نمیپسندی. به نظرم بهتره یه سر بیام پیشت، کالری منو رو با هم محاسبه کنیم. واسه همشون نسخه تجویز میکنم، واسه خودشون متخصص تغذیه میگیرم. خب وقتی که دستشویی تمیز نمیکنم و اون شریک دیگه تون پیداش نیست، هم خودتون هم رستورانتون خیلی دلچسب تره.
گفتم برو دیگه، به هر حال من مادرشم، نباید میومد دست بوسم. مامان تو رو خدا گندش نکن، اونم تو شرایط سختیه، یکم بهش فرصت بده، بذار خودشو جمع و جور کنه، خودش برمیگرده، خودت که میدونی. آره خب بهش فرصت میدم، فرصت میدم تا زمان بگذره و منم مثل پدرت پر بکشم برم. این دیگه چه حرفیه مامان؟ باشه حالا تو هم، من ستون میزنم همینجا، همینجوری وامیستم تا 100 سال جایی نمیرم. بگو ببینم تو چرا اومدی؟ دسر مخصوصی که بابام درست میکرد و یادته، قلب طلایی. آره خب بگو. یه گروه مهم قراره بیان رستوران ما، میخوایم بهشون غذا بدیم. با خودم گفتم براشون یه چیز مخصوص. کار خوبی میکنی. خب میدونی چطوری درست میشه؟ نکنه تو هم نمیدونی ماما؟ نه نمیدونم پسرم. مگه بابا تو نمیشناختی؟ یه دفتر سری داشت، نمیذاش هیچ کس بهش دست بزنه. نه. همون دفتری که جلدش مشکی بود و میگی؟ آره. خب الان کجاست؟ نمیدونم که پسرم. ببین منو، تو استا رحموز رو یادت میاد؟ آره. بابات خیلی به اون اعتماد داشت، شاید دفتر رو به اون امانت داده. آها ببینم مغازه این استا رحموز. آره آره همونجاست. دخترا و داماداش گفتن بفروشیم، اونم گفته عمرن الا و بلا نمیفروشم. عمرن نمیفروشه. آره. خب دیگه من باید زود برم مامان جون، غذا مثل همیشه عالی. ببین باز اومد چیزی که میخواست و گرفت از مادرش داره میره. آخه مامان جون مگه همچین چیزی ممکنه؟ خوشگله. فردا تو که همیشه همینجوری گولم میزنی، همیشه همینجوری گولم میزنی. عزیز دل مادر. خیلی خوب زود باش تعریف کن. پلین جونم آب دستته، بذار زمین کمکم کن. تا چند دقیقه دیگه با بلند قرار دارم، خیلی هیجان زدم، کم بوده که قلبم از زنم بیاد. من در حدی هستم که به معلمم درس بدم. من مطمئنم تو از افتش برمیای. ببینم حالا قراره کجا هم دیگه رو ببینید، شاید اومدم پیشتون. شوخی کردم، شوخی کردم. آدرسو برام فرستاده، ولی این طرفا همش آپارتمانه، مثل اینکه یه مهمونی خونگی. اگه مورد مهمی پیش اومد حتما بهم زنگ بزن، کاری نداشته باشه روزه یه شب. خبرم کن. اون دیگه امر خودت عزیزم. تو کجایی؟ من چیز میکنم، قراره تولگا رو ببینم، میخواییم بریم مهمونی هنرمند. ها باشه، چیزه آپارتمان پیدا کردم، حله. من دیگه باید برم، تو هم به آرتیست خانت سلام برسون. اگه حوصلتون صرف خواستیم بیاین پیش ما، فقط یه پیام بده. باشه من آدرسو برات میفرستم. آره آره شاید یه سر اومدیم، خوش بگذره. میبوسمت عزیزم. منم میبوسمت. آفرین پلین، آفرین، خوب عادت کردی به دروغ گفتن. خب میگفتی داری میری پیش سینان دیگه، نهایتا با شک دوتا متلک بارت میکرد، تمام میشد و میرفت، چیزی نمیشد. متلک شنیدن بدتر از دروغ گفتن نیست که. اوف. اگه حاضری بیام دنباله. وای اینو یادم نبود. معذرت میخوام تولگا، کار خیلی مهمی برام پیش اومد، نمیتونم بیام، بمونه واسه یه شب دیگه. شیطونه میگه اون یه شب دیگه رو؟ آخه من مگه آدمیم که علاف زن باشم؟ الو بله. تولگو جونم حاضری دیگه؟ نه قرار شمی که با این خانم تبلیغاتی داشتی و میگم. آی واقعا که تولگو، دیروز چه حرفایی به هم دیگه زدیم ها؟ یادت رفت؟ داره؟ باشه باشه، تو آدرسو برام بفرست، هر جا باشه میرم دنبالش. باید یه صدای موسیقی چیزی میامد. خب حالا فرض میکنیم که دیوارا و دراشون عایق صوتی داره، بالاخره بعد یه زمزمه به گوش میرسید دیگه، ولی هیچ سر و صدایی نیست. مثل اینکه پشت در منتظر من بودی، آخه هنوز زنگ نزده، در رو باز کردی. البته من هرچی بخوام همون لحظه انجام میشه. چون منتظر تو بودم، صدای آسانسور شنیدم.
نباشه. بیا. همشه واسه تو درست کرد. خوش بخونی. کس دیگه ای نیست؟ مگه لزومی هم داره؟ تو برای من مثل یه جشن تک نفره ای. کتتو بده. خجالت میکشی پسری پر رو؟ چرا زحمت چیدنش رو اینجا کشیدی؟ یه راست میبردی تو اتاق خوابت دیگه؟ پر رو. خیر باشه. مگه قرار نبود راجع به میزان کالری منو با هم دیگه حرف بزنیم؟ منم واسه همین اومدم اینجا. نه خیلی خوب میشد اما امشب نمیشه. خب اگه داری میری رستوران من میتونم برسونمت، هیچ مشکلی نیست. امشب بچه‌ها رسیدگی میکنن. من یه قرار دیگه دارم. قرار یعنی چی؟ به قول دادن و ملاقات همزمان دو نفر در یه مکان. اونجاشو دیگه خودم میدونم. میدونم قرار چیه و به چه معنیه. با کی و کجا قرار داری اینو میخواستم بدونم. فکر کنم میخوام به وکیلم زنگ بزنم. تا اون نیاد به هیچ سوالی جواب نمیدم. ای بابا من که سینجیمت نمی کنم، فقط پرسیدم، کنجکاو شدم. من میشناسمش. طرف او کیه؟ آره تو یه مکان کار میکنیم. آها آره بلند که نیست چون اون با باباشاک قرار داره. با بقیه بچه هم که این مراوده ای نداره. پس کیه؟ وای باورم نمیشه میخوای بری دیدن اون. واقعا که چیه؟ نکنه قرار شراکتتون رو جشن بگیریم. خب چی کار میتونم بکنم؟ یه هایی زنگ زد گفت بهت احتیاج دارم. تا امروز تو تمام لحظات سختم کنارم بوده، ببخشید ولی نمیتونم تنهاش بذارم. والا چی بگم، خدا خودش بهت صبر بده. ممنونم. نگران هوا بودم، حالش چطوره؟ نمیدونم والا. زنی که شوهرش فلش کرده رفته چه حسی میتونه داشته باشه؟ اونم لابد همون حسو داره دیگه. من به خاطر خودش رفتم، واسه اینکه بیشتر از این زندگیشو خراب نکنم. گفتم حداقل بهش در این حد خوبی کنم. آره خب ولی کاش اجازه میدادی خودش تصمیم میگرفت که چی براش خوبه. بلایی نمونده که به سرش نیارم، ولی دل بی صاحبم زبون نمیفهمه. نتونستم دوریشو تحمل کنم. یه لحظه ببینمش برم. اگه واقعا میخوای ببینیش پیش سینانه، برو ببینش. ای بابا اونجام که نمیتونم برم آخه. اونشم دیگه به خودت مربوطه. شبت بخیر. چرا هیچی نمیخوری؟ من خونه مامانم خوردم سیرم. تو با من کاریت نباشه، بخور سیرشی. پسر من چرا اینقدر بدشانسم آخه واقعا؟ هر دفعه که خواستم یه کار خوب و باحال انجام بدم حالم گرفته شد. آخه مگه دارین؟ اصلا میدونی چیه؟ من لایقش نیستم. به پیر به پیغمبر نیستم. داداش چرا میخندی؟ دارم جدی میگم ها. آخه پسر بلایی که سرت اومده خنده داره. از الان بگم ها، هر دفعه یادم بیفته خندم میگیره. ببین داداش چرا دروغ بگم؟ اولین بار که این دختره دیدم با خودم گفتم عجب دختریه، بذار بهش نزدیک بشم مخشو بزنم، که البته زدم. ولی به مرور که شناختمش نظرم عوض شد. اصلا یه جوره انگار سحر و جادو شدم. الان فقط میخوام تو زندگیم باشه و از سلام هیچی دیگه هم نمیخوام. فقط همینه میخوام. همین. خب این که خیلی خوبه. همچین چیزی تو زندگی هر آدمی یا یه بار نصیبش میشه یا اصلا نمیشه. نه بابا میبینی که نشد. دختره یه چک زد راشو کشید رفت. خب البته فکر کرد من نیت بدی دارم واسه همین. باشک دختر بانمکی. آره دقیقاً. ببین من و اون عین همین، به یه زبون حرف میزنیم ولی هر دفعه یه موردی پیش میاد دیگه. بعضی وقتا اینطوری میشه، یعنی احساساتی هستن که نمیتونی بیانشون کنی. حالا به هر زبونی هم که حرف بزنی بازم نمیتونی مقصودتو برسونی، حتی به خودت. در این مواقع شعر به دادت میرسه.
ای بابا، تو را زندگی نکردم، دست به دست تو کوچه ها را نپیمودم، تو را زندگی نکردم. ای کسی که عطر می‌افشانی و نام‌های نو بر خود می‌گذاری. Bu kadar kolay mı aşkımı almak elimden? Bırakır mıyım sandım, pes etmem, kılıcımı kuşandım, savaşırım. Beni hiç mi tanımadın? Senin intikam peşinde, bense ellerinin boğulmaktır niyetim içinde. Gözlerinin, ben deli kişiyim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalbim, inadımdan öpeyim. Hane değil yerde han kurarım da hane diyeyim. Boğulmaktır niyetim içinde. Gözlerinin, ben deli kişiyim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalbim, inadımdan öpeyim. Hane değil yerde han kurarım da hane diyeyim. دمت گرم، خوب بود. فکر میکردم جایی متفاوت تری بریم. خبرنگارا معمولا این طرفا نمیان، گفتم میان مزاحممون میشن، نمیتونیم راحت بشیم. والا حقم دارن نیان این دورو ورا. اگه بخوای میتونیم بریم یه جای دیگه. نه اگه تو دوست داری همینجا میمونیم. ولی از یه بابت خوب شد، یکم ذهنمون آروم شد. یکم زیاده روی نمی کنی ها؟ اینجوری پیش بری باز زود برگردیم. یه امشب و کاری به کار من نداشته باش، بذار تو حال خودم باشم بابا. میخوای کالامارو این سفارش بدیم؟ آره سفارش بده. اصلا ولش کن، بشین سر جات. فکر کنم سینانه. کیه؟ شاید بچه ها بودن، ولی خب بچه ای که نبود. آه هوای من، ببین داداش، یه امشب و بذار به خوبی خوشی تموم شه بره، به حد کافی اعصابمون خورده، دیگه بدترش نکن. آخه به اینم میشه گفت آدم؟ ولی این تقصیری نداره، تقصیر پلینه که میدوه دنبالش. مردی که از وجناتش مشخصه چجور آدمیه. گوش کن، فردا با ذهن آروم میشینیم فکر میکنیم که چجوری اینا رو به پلین بگیم. الان کاریت نباشه، تو رو خدا ول کن الان، بشین سر جات. نمیتونم بی تفاوت باشم پسر.
بلند. داداش من خودش خوب میدونه دختره چه ضعفی داره، واسه همین داره رو دست میچرخونتش. نه داداش، نداریم از این نامردی. بابا داداش به ما چه ربطی داره آخه؟ به خودشون مربوطه. بابا ول کن تو، کاری نداره. باشه بابا ولم کن. بلند میگم کاریش ندارم، قول میدم. میدونم داداش میدونم، آخه لزومی هم نداره آخه. واسه چی ها؟ بشین سر جات، بشین بابا، بشین سر جات. باشه حق با توه، تو بردی، به من چه اصلا؟ آره بابا رابطه اوناست به من چه؟ خوب گوش کن، میخوام یه اعترافی بکنم. اگه میدونستم قراره امشب با دختری مثل تو آشنا بشم. اگه تو چشمتو چجور خانمیم؟ من احمقم که باورت کردم. تو حتی ارزش توف انداختنم نداری مرتی، که زندگی و اعتبار دختره رو به باد دادی، بازم تو رو بخشید. حالا افتادی دنبالش که بیشتر خرابش کنی؟ کدوم دختر؟ مگه تو وکیلشی گلابی؟ ها؟ زندگی ما به خودمون مربوطه. حالا راتو بکش برو. شما کی هستین؟ چیزی نیست خانم محترم، شما دو دقیقه صبر کنین ما حلش میکنیم. ببین منو یارو، خوب گوشاتو باز کن. اگه میخوای با پلین باشی نباید باش بازی کنی. مثل یه مرد باید کنارش باشی. ولی اگه میگی نه، اگه میگی نمیتونم، اگه بگم نمیتونم چی؟ خیر باشه، نکنه مثل تو مرتی که بیشرف. نه داداش داداش، بلش کن بلش کن. باشه برو بیرون. حسین تو هم قهوه میخوای؟ نه داداش نه، کارمون خیلی اشتباه بود، باید میذاشتی همونجا حساب اون مرتیکه رو برسم. من دارم میگم قهوه، تو فکرت کجاست پسر ها؟ داداش خودت که میدونی من وقتی همچین کارو یا نیمه تموم میذارم عصبی میشم. ها. صبح بخیر. صبح بخیر. بعد موقع اومدم؟ ادامه بدید، معذب نباشید، من که غریبه نیستم. بالاخره از این به بعد شریکتونم مگه نه؟ نه بابا بد موقع نبود. امروز قرار بود برم پیش استاد رحموز واسه این دستر بابا. مامانم گفت دستورش اگرم باشه پیش اونه. ما هم داشتیم راجع به همین حرف. آره حتی منم دقیقاً داشتم میگفتم ان شاءالله پیداش میکنی که تو رسیدی و همون موقع. باشه خب بیا من برسونمت. لااقل اینجوری به جای اینکه اجره دست و پا باشم یه کمکی بهت میکنم. باشه، یعنی اگه برات زحمت نمیشه. نه جونم زود باش. بریم. میگم بهتره اول بریم صبحونه بخوریم، نظرت چیه؟ عالی. بهش میخوای بگی؟ نمیدونم داداش. وای مثل این که بازم دیر رسیدم. پلین جون ما خیلی کار داریم، الان وقتی رسیدی که به مسائل شخصی نیست. عزیزم ما هم کار داریم. ببینم اگه قرار نبود کار کنیم، دیشب گذاشتی رفتی گفتی امروز کار میکنیم دیگه. امروز نگفتم پلین، گفتم بعدن. خب الانم بعدنه. من خیلی گشنمه سینا. بلند میشه همراه پلین به کارهای منو برسی؟ بفرمایید آقا آلپر. درسته من به خاطر انتقال سهام باهاتون تماس گرفته بودم، ولی یعنی چی همین الان؟ خب آخه هر کسی واسه خودش برنامه ای کاری چیزی داره مگه نه؟ باشه باشه دارم میام. خداحافظ. وکیلته؟ دو روز پیش واسه انتقال سهام بهش زنگ زدم، حالا باید برم. برو برو مشکلی نیست، من یه کارش میکنم. باشه میبینمت. میبینمت. خب بیا من برسونمت، کلی هم ترافیکه، خیلی طول میکشه. میتونیم تو ماشین حرف بزنیم، کار کنیم، حلش کنیم. آره خودتو وکیلی حرف غیر منطقی زدم. به نظر منم منطقی بود، از اون گذشته من از محاسبه کالری سر در نمیارم. خودتون یه جوری حلش کنی. یالا خدا قوت. زنده باشی. خب دیشب چطور گذشت؟ دیشب؟ خوب بود، خوب بود. فقط همین؟ خوب بود؟ پس میخواستی چی بشه پلین؟ نکنه میخواستی آخر جملم تیر هوایی در کنم؟ نه بابا همین جوری آخه از کردم پکر. اینن که کار دیشبت خیلی مهم بود، خواستم بدونم مشکلی چیزی پیش اومده سر قرار یا نه. همین
نه برعکس، خیلی هم خوش گذشت. با یه یارو که اصلا باش حال نمی‌کنم روبرو شدم، ولی اونم نتونست حال خوشم رو خراب کنه. خیلی خوش گذشت، خیلی. حال طرف کی بود؟ نمیشناسیش. عروسی که انشالله. کدوم عروسی؟ خب شریک شدین، قراره گل و بلبل هم با هم دیگه میذاریم. من میگم که زیادی کشش ندین، آره خوب نیست. ببخشید ولی زندگی شخصی من به تو چه ربطی داره؟ انکار نکردنت نشون دهنده ای تصدیق حرفم. هنوز جواب سوالمو نگرفتم، چرا انقدر تو زندگی شخصی من سرک میکشی؟ نه جون هم، آخه زندگی شخصی تو به من چه ربطی داره؟ والا میدونی چیه، من از رابطه عاشقانم خیلی راضیم، واسه همین دوست دارم هر کی که دور و برم رابطه عاشقانه خوبی داشته باشه، فقط همین. میدونی دیشب شب فوق‌العاده‌ای برام بود. جدا؟ اگه فضولی نباشه با کی بودی؟ با کی میخواستی باشم؟ با تولگا بودم دیگه، مگه غیر از اون کسی دیگه هم تو زندگیم هست؟ یعنی با اون بودی؟ چرا تعجب کردی؟ نه تعجب نکردم، چرا باید تعجب کنم؟ درسته کارش اشتباه بود که منو ترک کرد، ولی میخوای یه رازی رو بهت بگم؟ لطفا اگه در مورد تولگاست با من نه بلکه با رفیقات در میون بذار باشه؟ پس چرا خودت چبیو که با جیدا گذروندی و با بهبه و چهچه واسه من تعریف کردی؟ من تعریف کردم؟ آره؟ داری شوخی میکنی پلین؟ خودت اول میگی بعدم میگم. خب درسته منو ترک کرد، ولی میدونی اتفاقا خوب شد که ترکم کرد، حالا یه آدم کاملا متفاوت شده و برگشته، دیگه چشش جز من کسی رو نمیبینه، حتی 5 دقیقه هم طاقت دوریمو نداره. اگه تو اینطور میگی پس هم اینطوره. تولگا داره زنگ میزنه، جواب ندم نگران میشه. الو تولگا جونم. عشقم چطوری؟ نگرانت شدم، گفتم یه زنگی بزنم. آه عزیز دلم، نگرانم شدی؟ کارم که تموم شد بهت زنگ میزنم، باشه؟ باشه عزیزم، میبوسم. منم میبوسم ایت عشقم، بای بای. خیش نمیدونست، پس اون سراشپزی به درد نخور بهش نگفته. نگران شده بود. چی شد؟ از چیزی ناراحت شدی؟ نه خیلی هم خوبم. خوب دیگه بزن بریم، یه عالمه کار داریم. باشه بریم. دست درد نکنه شبنم جون. ممنون. کاری که میکنیم اصلا درست نیست، میدونی که رسما دخترمونو مثل عروسک سپردیم دست پدر. چه ربطی داره آخه رضا؟ یعنی چی که چه ربطی داره؟ رسما داری پشت سر دخترمون توطئه میچینیم. من این اجازه رو نمیدم. داری اشتباه میکنی رضا، گوش کن ببین چی میگم، یه لحظه وایسا. کوچولو که بودم با بابام همچین جا زیاد میومدی، باور کن که یه هفته اینجا ولم کنن بعدش بیان دنبالم اصلا حوصله‌ام سر نمیره. یادت نرفته که واسه چی اومد؟ او مگه میشه یادم بره؟ آی زبیر از اینو خیلی خوشش میاد. الو بابا جونم. دخترم باید راجع به یه موضوع خیلی مهمی با حرف بزنم. بابا جون الان جای شلوغی ام، وقت مناسبی نیست، میشه بعدم بهت زنگ بزنم؟ دخترم هیچ چیزی نیست عزیزم، تو به کارت برس. باش عزیزم. گوشی رو بده من. ای بابا چرا دخترو معذب میکنی؟ پلین زود باش دیگه. دخترم میگم هیچی نیست عزیزم، هیچی نیست. چی شد؟ الو ای بابا چی شده؟ لابود با تصمیم گرفتن جدا شن. کیا؟ مامانم و بابا. چی میدونم، بعضی وقتا تصمیم میگیرن جدا شن، اما خیلی وقت بود که حرفشون نزده بودن. سویلا عزیزم، عزیزم چشم دو وا کن، خانوم خونم تو رو خونه چشم دو وا کن. آبجیمو کشتم، آبجیمو کشتم. خفخون بگیر، یعنی چی کشتمش؟ خدایا کاش زنده بمونه، کاش زنده بمونه. چشم تو باز کن سویلا جونم، تو رو خدا باز کن چشم خوشگلت، یه چیزی بگو. به دخترمون چیزی نمیگی رضا.
تو هنوزم تو اون فازی؟ پاشو میری بیمارستان، پاشو میرم. خدای شکرت، خدای شکرت. من بیمارستان نمیرم، تو فقط به دخترمون چیزی نگو، برای من کافی. بابا رفتی زیر ماشین، بازم بیخیال ماجرا نمیشی؟ مگه من رفتم زیر ماشین؟ شما ها منو زیر گرفتین، شایدم دوتایی نقشه چیزی کشیدین، من نمیدونم. خانم این چه حرفیه؟ مگه ممکنم چه کاری بکنی؟ والا باید از تو ترسید، ولی من بیخیال نمیشم، همین الان میرم پیش دخترم. طلاق میگیرم، والا بلا طلاق میگیرم رضا. وای کردم بنده رو. های سلام، خوش اومدی. اینا چندن؟ سیلی، خسته نباشی. خیلی ممنون. یه اوستا رحموز قدیمی هست، میدونی رستورانش کجاست داداش؟ کاملا درست اومدی داداش. ببین از راست به پیش تو اولین کوچه دست راست، داخل کوچه از سمت راست چهارمین مغازه است. باشه این طرفی دیگه. آره. ممنون، خسته نباشی. خودتون اینا رو درست میکنین دیگه؟ نه من اون گردن بندایی که با سنگای طبیعی درست میشن هم خیلی دوست دارم، ترین از اونا. راحت باشی ها، امروز اومدیم بازارگردی عزیزم. آخه میدونی هزینه هیچ جای دیگه نمیتونم پیدا کنم. ببین چقدر رنگ و رنگن، سنگاشون هم خیلی خوشگلن، این یکی خیلی پسندیدم. ببین میشه نبینم؟ میشه وقتی خودت تنهایی اومدی اینجا ببینی؟ میشه حواسمون به کارمون باشه؟ میشه؟ وای وای دو دقیقه هم تفریح نکن. از این طرف دنبالم بیا، از این طرف دنبالم بیا. الهی همون یه پیر خوابش برده جونم. اوسا راهموز خیلی پیر شده. اوسا راهموز، اوستا راهموز. نه خیر، نمیفروشم مغازه رو، نمیفروشم، نمیفروشم دیگه، برید. اوستا راهموز آروم باش، کدوم مغازه، چیو نمیفروشی؟ داماد بی سر و پا، حالا دیگه خودتو میزنی به اون راه؟ توسه از خواب بیدار شده. اوستا راهموز اشتباه گرفتی، من دامادت نیستم. اینقدر هم کم حافظه نشدم، میخوای گولم بزنی و ازم امضا بگیری؟ آره کور خوندی. نمیتونم. ای بابا. میگم قدیمای این اطراف خیلی قشنگتر بود، مگه نه اوستا؟ مغازه رو نمیفروشم. نه بابا اوستا جون نفروشی، یا حیفه، والله به خدا حیفه. بیا اینجا یکم کنار ما بشین، بیا. این نوه نتیجه ها اصلا قدر این ملک و املاکو نمیدونن، فقط میخوان بفروشن و پولشو حروم کنن. خوب گفتی دخترم. ببینم تو از کدوم خانواده هستی؟ ببین اوستا راهموز، تو پدر منو نمیشناسی، ولی پدر دوست منو خوب میشناسی. اونم مثل تو از قدیم آشپز بوده، حتی دوستای خیلی خوبی واسه هم بودی. من پسر عدنانم، یادت میاد؟ تانکوت خودشه. یه بچه خنگ خیکی بودی، دوستات بهت میگفتن کوچولو موچولو. والا من یادم نمیاد، شما از کجا یادت میاد دوست راهموز؟ ولی الان ماشاءالله هزار ماشاءالله مردی شدی. والا منم همون بار اول که دیدمش همین فکر رو کردم، ولی چقدر عوض شده، مثل ماه شده. یعنی چقدر لاغر شده مگه نه؟ منم خیلی تعجب کردم، جذاب شده. آره خوش اشتها بود، وقتی سنتش کردن واسه اینکه گریه نکنه همه شیرینی میذاشتن تو حلقش، از درد اونقدر گریه نکرد که از تموم شدن شیرینی ها. خیلی بچه بامزه ای بود. از بچگیش دیگه چه خاطره یادتونه؟ آره خب ما واسه همین اومدیم اینجا دیگه، مگه نه؟ اومدیم خاطرات بچگی سینانو بشنویم. آخه اونقدر قشنگ تعریف میکرد که محو شدم، ببخشید. اوستا راهموز، ما اومدیم اینجا سراغ دفتر دستور پخت پدرمو بگیریم. آها اونو میگی؟ همون که جلد مشکی داشت؟ آره. کنارش هم اسم بابات نوشته شده بود. آره خودشه. ببینم میدونین اون دفتر کجاست اوستا؟ اوستا سفارش ها رسیدن، بچه ها رو بفرست خالیشون کنن. دیر کردی، من بچه ها رو فرستادم رفتم. اوستا ماشین مونده وسط کوچه، الان ترافیک میشه، چیکار کنیم پس؟ پسر عدنان بپر ببینم، سری جنسای این آقا رو خالی کن، زود باش.
چشم استاد. خب داشتین ختنه سینان رو تعریف میکردین استاد. بذار برم برات خوراکی بیارم. نه ممنون، من خیلی سیرم. تعارف که نمی کنی دخترم. نه نه واقعا سیرم. پس یه شیرینی باید بخوری. الو، من با سینان تماس گرفتم. بله، گوشی سینانه. پلینتویی؟ آره خودم هم، چیزی شده؟ میشه گوشی رو بدی سینان؟ عزیزم سینان الان خیلی سرش شلوغه، کارش که تموم شد میگم بهت زنگ بزنه. باشه؟ ببین منو قطع کرد. سینان؟ سینان همچین کاری نمی کنه. نه جونم سینان نبود، این دختر پلینه. مگه این دختر نرفته بود؟ چه میدونم، والا من سردر نمیارم. رفته بود، حالا نمیدونم از کجا پیدا شده. ای بابا، اینم چقدر عجیب و غریبه، از در میندازی بیرون، از پنجره میاد تو. دخترها این دور زمونه واقعا دیگه نوبرن. بعدشم مگه نمیبینه؟ معلومه بین شما دوتا یه رابطه میخواد شکل بگیره. خب معلومه، حسودیش میشه دیگه. ها، اما کور خونده. من از داماد شانس نیاوردم، نمیذارم عروسم هم اونجوری بشه. انشالله. ایشالله. بالاخره یه دونه پسرمه، بایدم سفت و سخت بگیرم براش. همشو بخور، نکنه خوشت نیمد. نه خیلی هم خوشمزه است، ولی من خیلی شیرینی نمیخورم. اینم به خاطر شما خوردم استا. مگه میشه همچین دسریو نخورد؟ حیفه به خدا. تمومش کن، تا تهش بخور. تموم شد دوست راموس. مایحتاج یه هفته رو خریده بودم، ماشاءالله به تو. آره نگو دیگه، بریم سر قضیه این دفتره. کدوم دفتر؟ همونی که چند دقیقه پیش راجبش حرف زدیم، دفتر دستور پخت بابا. آها آره، من اون دفتر رو پیداش نکردم. پیش شما سوستا؟ امکانش هست. خب کجا میتونه باشه؟ نمیدونم، سال هاست که ندیدمش، ولی الان که پرسیدی یه چیزایی ازش یادم میاد. فهمیدم، گویا نمیتونیم اون دفتر رو پیدا کنیم. این همون دسره. این؟ قلب طلایی؟ آره، من دنبال دستور پخت این دسر میگردم اوستا. منم خیلی دنبالش گشتم، اما دیگه در حدی که بلدم درست میکنم، ولی مثل مال بابات نمیشه. نه نیست، مزه دسری که بابام درست میکرد و نمیده. خب پس چی کم داره؟ میدونی وقتی دسر بابامو میخوردی یه جورایی مثل این که بهار میومد، مثل نسیمی که موقع غروب خورشید صورتتو نوازش میکنه. منظورمو میرسونم؟ اینقدر قشنگ توصیف کردی که بهتر از این نمیشد سینا. یعنی منظورم رو رسوندم دیگه، یه چیز خنک. یعنی مثل طعم شکلات نعنایی؟ نه نه، اون مزه خیلی تند و قویه، این یه جور دیگه است. باعث میشد دسر خیلی ملایم باشه، یعنی یه جوری که انگار داری یه دسر میوهی میخوری، نه یه دسر خمیری. میفهمی؟
باریکلا، دقیقا همینطوری بود. خیلی خوب توصیف کردی. خب چی بهش اضافه میکرد که اون مزه رو میداد؟ خب اگه میدونستم که خودم اضافه میکردم. میدونم امو راهموس، میدونم. من که میگم پیداش میکنی. جدی میگی؟ دونه دونه امتحان میکنی و پیداش میکنی. بالاخره مواد اصلیش که مشخصه. آره، ولی باید با اون مواد جور در بیاد. پیدا میکنی، من مطمئنم. حرف زنتو گوش کن تانکوت. اوستا راهموز، ما زن و شوهر نیستیم. خب پس طولش ندین دیگه، عیبه. دختر مردم رو آواره خودت نکن. فکر کنم بهتره هرچی زودتر بریم، وگرنه اوستا راهموز همینجا عقدمون میکنه. نجیب. بله خاله حافظه. شنیدم از خونه پرتت کردن بیرون. ها؟ آره یه جورایی. پس کجا میمونی؟ خورد و خوراکت چی؟ پیش یکی از دوستان بودم. اونم امروز گفت یه جای دیگه واسه خودت پیدا کن. منم که پول ندارم، باید یه کاری پیدا کنم و شکمم رو سیر کنم. یعنی الان گشنته؟ نه، صبحی شیرینی خوردم. سب کن بذار برات یه لقمه بگیر. نه بابا جون. جون من، دمت گرم خاله حافظه. اگه میشه لای نون و پنیر و گردو و اینا بزن. حتما حتما. ترشیم. آخ چون بیا ببینم پسرم. بیا اینم لقمه. بیا چی شد؟ بیا بگی نوش چونه. لقمه نمیخواستی مگه؟ بیا بگی نونو پنیرت کو و گردو ترشی. خاله حافظه چه رفیقی بابا؟ خجالت نمیکشی؟ بیشم من زنمو دوست دارم خاله حافظه. خجالتم نمیکشی. اینم صابونمو شد. میگم نکنه وانیل بوده. یه چیزی میگی یا اولش حرف منو گوش نمیدی ولی بعدم به حرفم میرسی. میبینم که حس شوخ طبیب گل کرده. باشه، اگه چیزی که اون دسر کم داره وانیل باشه، اون وقت چی آقای مثلا دانا؟ اگه چیزی که اون دسر کم داشت وانیل بود و من اینو نمیفهمیدم، به نظرت میتونستم سرآشپز باشم خانم علامه؟ حالا برو هرچی میوه و ادویه توی یخچال هست برام بیار. همشو؟ اگه اسمشونو بگم به هر حال قاطی میکنی، واسه همین همشونو بیار. تقصیر منه که کمکت میکنم. خب من دیگه دارم میرم. حالت خوبه؟ خوبم خوبم، چیزی نیست. بلند ها؟ من که میگم زنگ بزن. حرف میزنه؟ اگه من بودم حرف میزدم. یعنی عصبانیتم فروکش میکرد و اگه مال من فروکش میکنه، مال بوشاک خیلی وقت فروکش کرده. ممنون. اینا رو آوردم. خیلی خوب. جیدا تعطیل کردم. خب سینا صدامو میشنوی بلند؟ آره آره میشنوم، حواسم یه لحظه پرت شد. سینان رفته، فردا کارش خیلی زیاده، واسه همین زود رفتش. ای بابا کاش منم یکم زودتر میومدم. خب دیگه پس من برم. راستی تو با ماشین اومدی؟ آره.
میشه منم برسونی لطفاً؟ یعنی اگه برات زحمتی نیست. نه زحمتی نیست. باشه. آی. خب حالا باید همه اینا رو دونه دونه امتحان کنی. حدس میزنی کدوم یکی باشه؟ نمیدونم، تو بگو، ولی حدست مثل وانیل نباشه لطفا. خب یه چیزایی به ذهنم میرسه، ولی تو خیلی خوب توصیف کردی، گفتی که هوای بهاری، خونکی، ملایمت. به همه اینا که فکر میکنی چی میشه؟ توت فرنگی. اینم میتونه باشه، ولی انگار یه چیز متفاوت تره. بگذاریم، به هر حال پیداش میکنه. خب پس با انجیر شروع میکنیم. این چطوره؟ خوبه. خوب هم وقت امتحان کرد. میدونی یه ندایی از درونم میگه که یکی از این دسرها همون دسره. خواهیم دید. از کدوم یکی شروع کنم؟ من میگم این یکی. Thank you.
آخه چطوره؟ شده تا حالا ندای درونت بهت دروغ گفته باشه؟ خوبه، پس باز برگشتیم سر خونه اول. وای خیلی خسته شدی. دیر وقته دیگه، بهتر آشپزخونه رو جمع جور کنیم و بریم، فردا خیلی کار داریم. میخوای برسونمت؟ پلین؟ ها؟ چی شده؟ این بو؟ انگار راز همه چی تو این عطر نهفته است. چطور؟ ساکت باش. به نظرت داریم کار درستی میکنی؟ آره. گل خشک. یعنی چی خشک؟ گل خشک یعنی تو عطر، تو عطرم از همون رایحه هست، دسرم همین رایحه رو داره. آه تو اونو داری میگی؟ پس میخواستی چی بگم پلی؟ معلومه که میخواستی همین رو بگی. من باید هرچه زودتر اینو امتحان کنم. پلی بیا دیگه. شب بخیر آبجی. رئیس یه کوچولو حالش خوب نیست. این چه حالیه رضا؟ چرا خانوم؟ ما با هم چه قراری گذاشته بودیم؟ ما صد دفعه با هم چه قراری گذاشتیم؟ صد دفعه راجع به چی حرف زدیم؟ مگه قرار نبود دیگه از طلاق حرف نزنیم؟ رضا جون اینا چیزی نیست که بشه دم در راجع بهشون حرف زد. بیا تو. من دیگه پامو توی خونه نمیذارم، دیگه پامو نمیذارم. تو که تو که گفته بودی توبه کردم، مگه قرار نبود از این حرفا نزنی؟ دیگه داری عصبی میکنی رضا. نابجی این الان تو حال خودش نیست، شما فقط یه بله بهش بگو، باز خاطر میگم که دعواتون بشه. میدونم الان چی کار کنم. زابر بیا گوشیمو بگیر، زنگ بزن به وکیل بگو پرونده رو تشکیل بده. رئیس نمیشه فردا زنگ بزنیم، طرف الان خوابه. زنگ بزن بابا. میخوای طلاق بگیریم رضا؟ بیا به اسم آقا حسین سیف شده. پس اسمش حسینه؟ آره. رفت. کمکم ببریمش تو زبیر. رئیس بلند شو، بلند شو، بلند شو. آشان ای بابا از این طرف. اون بری، اون بری، مراقب باش. اول تو امتحان کن. تو اون مزه و طعمو بهتر میشناسی. چطوره؟ این بار دیگه خودشه مگه نه؟ دقیقاً خودشه. بخور ببین اونطور که تعریف میکردم هست؟ ها؟
گفته بودی مثل اومدن بهاره. آره بعدش مثل نسیمی که تابستون آدمو نوازش میکنه. البته تو شاعرانه تر توصیفش کرده بودی. راستی ببینم تو چرا شعر نمی نویسی؟ باور کن لذت این دسر رو بهتر از این نمیشد توصیف کرد. از کجا می دونی؟ شایدم می نویسم. واقعا می نویسی؟ خیلی دوست دارم بخونم سینا. شاعر گفته شعر مثل یه رازه، خودش بهتر می دونه کجا باید خونده بشه. باشه هرچی تو بگی. اوه خیلی دیر شده، تو برو تو سالن منتظرم باش، منم سریع اینا رو جمع و جور میکنم بعدش بریم. باشه باشه. خیلی خوشمزه بود. بی خود نیست که زبونم بند میاد و یا لرزش دستان بی خود نیست. اولین قدم ها، حرفایی که نیمه تموم موندن یا هیچ وقت نتونستم به زبون بیارم. تو عشقی هستی که از چشمام محفوظ نگهش میدارم و بیشتر از هر چیزی آتشی هستی که درونت میسوزم. شبی هستی که هیچ وقت نمیتونم فراموشت کنم. معلومه خیلی کار کردم، ولی خیلی با نمکن. امروز خیلی کار داریم، باید دیگه بیدارشون کنیم. به نظر من اگه میخواستم بیدارشن تا حالا بیدار شده بودم. معلومه که خیلی خسته شدن. خاموش. ببخشید منظورم اینه که خیلی کار کردن. صبح بخیر. به چی زور زدید بر رو بر تماشا میکنی؟ چیزه جید خانم، انقدر قشنگ خوابیدن که دلمون نیومد بیدارشون کنیم. سینان پلین،